سلام به همگی، من زهرام، یک پزشکم که قصدم برای رزیدنتی به کشور آمریکا مهاجرت کنم و توی این کانال دوست داشتم تجربیاتم توی مسیر طولانی رو باهاتون به اشتراک بذارم. توی ویدیو قبلی من توضیح دادم که چجوری شما وارد سایت ECFMG بشین، چجوری وارد اکانتتون بشین و برای فرم 186 اقدام کنین. بعد اینکه شما فرم 186 رو دانلود کردین، داخل فرم دقیقاً چه کارهایی رو باید انجام بدین تا فرم شما نوتارایز بشه از طریق سایت نوتاریکم توضیح داده شده که من هم توی این ویدیو بهتون توضیح میدم. خب کاری که باید بکنین اینه که شما فرم 186 رو دانلود کنین به صورت PDF از سایت ECFMGIWA. مورد بعدی اینه که یه عکس با فرمت JPEG از پاسپورتتون بگیرین و بعدش مراجعه کنین به سایت نوتاری و این دوتا مورد رو اونجا آپلود کنین و اینکه خب نوتاری یا همون لحظه یکی آنلاین هست وقت دارن باهاتون مصاحبه میکنن یا اینکه شما وقت تعیین میکنین که بعداً سر همون ساعتی که تعیین کردین با شما تماس گرفته بشه. فرم 186 رو که دانلود کردین یک همچین فرمی هستش که دو صفحه است. توی صفحه اول توضیح داده که شما باید چیکار کنین و چه مدارکی لازمه برای اینکه این فرم نوتاری، و صفحه دوم که این قسمت بالا سمت چپ که حالا من اومدم پایین تر مشخصات شما نوشته شده و این قسمت سمت راست یه جای خالی هستش که قرار عکس. چیزی که هست اینه که این عکس رو در طول مصاحبه‌ای که قرار از طریق وبکم باهاتون انجام بدن از شما گرفته میشه، پس عکس قشنگی نخواهد. مورد بعدی اینه که شما یک عکس از پاسپورتتون تهیه کنین. چیزهایی که برای پاسپورت، برای عکس پاسپورت باید رعایت کنین اینه که تمام گوشه های پاسپورت مشخص باشه، که حالا توی این عکسی که من برای این ویدیو گرفتم همشون مشخص نیست، ولی شما یه عکسی بگیرین که تمامی گوشه های پاسپورت مشخص باشه، صفحاتی باشه که تمام اطلاعات شما اونجا هستش، که برای ما که خب این دوتا صفحه همه اطلاعات ما رو در بر داره، عکسمون، اسممون، شماره پاسپورت، کد ملی، همه چی اینجا هستش. و نکته خیلی مهمی که هستش و من چند بار عکس پاسپورتم آپلود کردم و قبول نکرد این بودش که میگفت امضا نکردی. این قسمت که خالیه شما اینجا امضا کنین، اسمتون رو اینجا بنویسین، امضای معنادار انگلیسی، امضای فارسی نکنین. و بعدش از این عکس بگیریم با فرمت جی پیگ با که کمتر از 2 مگ باشه و اون رو حالا میگم که کجا آپلود باید بکنیم. خب همونطور که گفتم توی فرم 186 اینجا برای شما یه لینکی گذاشته که روی این کلیک کنین شما وارد سایت نوتاریکم میشین. بعد اینکه کلیک کردین و وارد این صفحه شو، همونطور که میبینین اینجا نوشته که ECFMG Certification of Identification Form 186. خب شما Next رو بزنین وارد اینجا میشین، که خب شما اینجا باید اکانت باز کنین، ایمیلتون و مشخصاتتون رو وارد میکنین، شماره تلفن لازم نیست، و بعدش صفحه بعدی و وارد اکانتتون میشین، که خب من از قبل اکانت فیکی برای این ویدیو درست کردم. بعد اینکه وارد اکانت شدین باز اینجا نوشته تمام دستوراتی که شما باید رعایت کنین رو اینجا نوشته. خب اینجا توضیح داده که برای تایید فرم 186 از طریق وبکم با شما تماس گرفته میشه که شخص خودتون باید باشه و چیزایی که لازمه اینه که فرم 186تون باشه، پاسپورتتون، عکس پاسپورتتون رو آپلود میکنین. و مورد بعدی اینه که وقتی که با شما تماس میگیرن از طریق وبکم حتما پاسپورتتون پیشتون باشه، چون قراره که پاسپورت رو از طریق وبکم نشون بدین و اونا مطمئن بشن که همونیه که شما آپلود کردین عکسش رو. مورد بعدی گفته که حتما باید مشخصات شما با فرم 186 که پر کردین مطابقت داشته باشه. در مورد عکستون گفته که چون در طول مصاحبه از طریق وبکم از شما عکس گرفته میشه، پس توی محیطی بشینین که نور خوب داشته باشه و به صورت با لباس خونه و اینا نباشین، یعنی به صورت کاملا حرفه‌ای و پروفشنال لباس پوشیده باشین.
بعدش قدم به قدم کارهایی که باید انجام بدین رو اینجا نوشته که خب شما فرم 182 رو گفتم توی ویدیو قبلی هم گفتم چجوری میرین سایت ECFMG IWA و دانلودش میکنین. مورد بعدی گفته که فرم 182 اگه دقت کنین پایین صفحه یه جایی هستش که نوشته که امضا کنین. هیچ کاری نمیکنین شما با فرم 182 و در طول مصاحبه که باهاتون انجام میشه اونا میگن که فرم رو امضا کنین. امضاش هم به این صورت هستش که خب فرم رو میارن برای شما، میگن اون قسمتی که نوشته امضا اسمتون رو تایپ کنین و شما تایپ میکنین و اون میشه امضای الکترونیکی شما. مورد بعدی اینه که حتما خود فرم رو آپلود میکنین، شما عکس نمیگیرین از فرم آپلود کنین، چون که اونجوری قادر نخواهید بود که امضا کنید فرم رو و اونا هم قادر نخواهند بود که برای شما تاییدش کنن. و چیز دیگه ای هم که گفته اینه که خب ما 24 ساعت 7 روز هفته رو آنلاین هستیم و میتونیم با شما مصاحبه کنیم، ولی اگه شما خواستین میتونین که زمان تعیین کنین که هر وقت خواستین باهاتون مصاحبه بشه. چیز دیگه ای هم که گفته اینه که حتما شما دقت کنین که وبکم داشته باشه لپتاپتون یا گوشیتون، حتما دوربین داشته باشه که بتونین که فیس تو فیس با شما صحبت کنن. و بعدش هم که و در نهایت هم که آخر مصاحبه بهتون خواهند گفت که خب 10 روز کاری طول میکشه تا بعد اینکه ما ECFMG فرستادیم فرم شما رو اونا هم تایید بکنن. بعد اینکه اینا رو کامل خوندین و متوجه شدین، شما میایین و فرم 186 رو که دانلود کردین اینجا آپلود میکنین، که خب من اینجا یه فایلی رو آپلود کردم، حالا فرم 182 نبود، یه اسکرین شاتی بود که از گوشیم برداشته بودم، ولی فرم 182 رو شما آپلود میکنید. من صرفا برای اینکه نشون بدم که چه کارهایی رو باید انجام بدین. مورد بعدی عکس پاسپورتتون رو اینجا آپلود میکنین. همونطور که گفتم تمام اون نکاتی که باید در مورد عکس پاسپورت گفته شده رو باید رعایت کنید. و بعد شما شماره 8 رقمی ECFMG تون رو اینجا وارد میکنید. 8 رقمی. و بعد شما این دوتا مورد رو چک میزنین که خب شما متوجه هستین که وبکم لازمه و همچنین این قسمت رو میخونین و موافقت میکنین. بعد اینکه نکست رو بزنین وارد صفحه بعد میشین. این صفحه رو هم که خب پر کردنش کاری نداره، اسمتون، تاریخ تولدتون و آدرستون رو اینجا وارد میکنین. ولی یه نکته ای که هست اینجا استیت، اینا ایالت های آمریکان که ابریویشنشون رو نوشته، که خب ما اینجا آدر رو میزنیم. بعد اینکه آدر رو زدین شما اینجا استیت رو میان ایران میزنین. حالا درست ایران ایالت آمریکا نیست، ولی اینجوری باید پر کنین. و بعدش اینجا کد پستیتون و سند رو میزنین و بعدش وارد سایت میشین، که بعد اینکه شما وارد سایت شدین خودتون متوجه میشین که چجوری باید زمان تعیین کنین و تا باهاتون تماس گرفته بشه. بعد اینکه مراحلی که گفتم رو انجام دادیم، نوتاری بهتون ایمیل میده و تایید میکنه که شما وارد سایت شدین و زمان تعیین کردین که برای اینکه باهاتون مصاحبه بشه. این هم ایمیلی هستش که زمان مصاحبتون رو بهتون میگه، که خب من اون موقع که تعیین کرده بودم 7 ژانویه به ساعت 5 عصر تهران تایم، اونجا خودش تایم زون هم داره و شما تهران تایم رو انتخاب کنید. 1 روز قبل از مصاحبه و 10 دقیقه قبل از مصاحبه دوباره همین ایمیل رو برای من فرستادن که و یادآوری کردن که من چه زمانی مصاحبه دارم که آماده باشم. در طول مصاحبه، حالا اونی که با مصاحبه کرد یک خانمی بود که فکر میکنم وکیل هستن، اونها یک وکیل آمریکایی فکر میکنم، اونطوری که از بقیه شنیدم مطمئن نیستم. در طول مصاحبه ازتون میخواد چند تا سوال داره، فقط ازتون میخواد که اسمتون رو کامل بگین، که شما اسمتون، فامیلتون، پسوندتون رو میگین. و بعدش ازتون میخواد که پاسپورتتون، همونطوری که گفتم باید پاسپورتتون کنارتون باشه، پاسپورتتون رو توی دوربین نشون بدین. بعد اینکه توی دوربین نشون دادین اون کامل چک میکنه که ببینه آیا پاسپورتتون همونی هستش که با فرم 182 شما مطابقت داره مشخصاتتون،
و اینکه همون عکسی که از پاسپورت فرستادیم با مطابقت داره یا نه. در نهایت ازتون میخواد که دست راستتون رو ببرین بالا و ازتون میپرسه آیا قسم میخورین که همه این اطلاعاتی که اینجا هست متعلق به شماست و درسته، که شما هم تایید میکنین. خیلی آروم و روان انگلیسی صحبت میکنه، یعنی شما یکم لیسنینگتون خوب باشه کاملا متوجه میشین. چیز زیادی از شما نمیخواد که بگین، فقط از شما میخواد که تایید کنین. و در نهایت میگه که روی صفحه یه جایی رو میاره، فرم 186 شما رو میاره و میگه که اونجا اسمتون رو تایپ کنید و امضا کنید، که شما اونجا اسمتون رو مینویسین و این میشه امضای شما. بعد پایان مصاحبه دوباره همون چیزایی که آخر مصاحبه بهتون گفت رو ایمیل میکنه، که ایمیلی با این مضمون که ما 10 روز کاری طول میکشه تا ECFMG فرم شما رو تایید کنه. بعد اینکه نوتاری فرم شما رو به ECFMG فرستاد، که همچین ایمیلی از طرف ECFMG به شما میاد که میگه که ما دریافت کردیم فرم 186 شما رو و 2 هفته طول میکشه تا اینها رو پروسس کنیم و بهتون میگیم که آیا فرمتون اکسپت شد یا ریجکت شد. میگه برای دیدن وضعیت هم شما میرین ECFMG و قسمت OASIS. ایمیل بعدی مجددن از ECFMG که خب اینجا میاد که فرم شما اکسپت شد. حالا اگه به هر دلیلی فرمتون ریجکت شده باشه، به عنوان مثال اگه مشخصاتی که توی فرم ECFMG وارد کردیم با مشخصات شما توی پاسپورت که معمولا اصلی ترین دلیل ریجکت اینه، مطابقت نداشته باشه، حتی مثلا فاصله بین به عنوان مثال فامیلی و پسوندتون یا هر چیزی مطابقت نداشته باشه، این فرم شما ریجکت خواهد شد. در اون صورت خب خودش میگه که چیکار باید بکنین، ولی اگه اکسپت شد که شما نهایت دقتتون رو بکنین که اکثرا اکسپت میشه، یه همچین ایمیلی میاد و بهتون میگه که فرمتون اکسپت شد. بعد اینکه شما این ایمیل رو دریافت کردین، تا هر وقت که خواست تا 5 سال آینده این فرم شما اعتبار داره و شما میتونین که برای امتحانات USMLE ثبت نام کنین. شما از سایت ECFMG قسمت OASIS میتونین وارد بشین. روی این قسمت کلیک کردین که حالا من کلیک کنم میره روی مشخصاتم که کلیک نمی کنم، ولی اگه شما روی این کلیک کنید میرین و همون آیدی و پسوردی که قسمت IWA وارد میکردین، همون رو، همون شماره 8 رقمی و پسوردتون رو وارد کنید. شما میتونید مشخصاتتون رو ببینین که اونجا نوشته که تایید شده فرمتون و شما میتونید برای امتحانات ثبت نام. باز هم هر سوالی داشتین توی قسمت کامنت ها برای من بنویسین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.